بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به سلسله درس‌های فارماکولوژی خود امروز دواهایی را می‌خوانیم که در بی‌نظمی‌های نوز یا اریکتایل دیسفانکشن استفاده میشه. خب ببینیم، یک در هستری که فعلا ما زندگی میکنیم، یک تعداد زیاد از امراض وجود داره که رگای خونه تنگ میکنه. مثلا اتروسکلروزیس، وقتی رگ خون در یک ساحت تنگ شوه، جریان خون در اون ساحت تنگ میشه. معمولترین دلیلش در هستری که زندگی میکنیم دیابتیس میلیتیس است. جدا کپای دیگه هم داریم. به هر حال جریان خون به ساحات مختلف کم میشه. اگر این جریان خون به آلی تناسل یا به خزیب کم شوه، باز در صورت مشکلات نوز پیدا میشه یا اریکتایل دیسفانکشن، یعنی سکته مغزی چرا پیدا میشه؟ به خاطر که یک رگ اتروسکلروتیک پلاک پیدا کرده و بند شده. یا سکته دماغی یا در دعوی، چرا دست و پای مربوط قطع میشه؟ به خاطر این همی این حاله. خب چون میکانیزم این مریضی هایی است که جریان خون به یک ساحه کم میشه، خیلی وقتی تداوی میخواییم بکنیم هم جریان خون دوباره پس به ساحه زیاد میسازیم. یعنی دواهایی که اریکتایل دیسفانکشن اکثرا چرا به وجود میایه؟ به خاطر که یکی از خاطر که جریان خون به ساحه به اثر تشکل پلاک‌های اتروسکلروتیک کم شده. خب دوایی که ما در این بخش داریم و خط اول هستن و زیادتر استفاده میشن، اینجا یک بار مرور میکنیم. ما سایلدینفیل داریم، واردینفیل داریم، تدلفیل و اوانفیل داریم. خب مشکل چی بود؟ مشکلی بود که خون به عضو تناسلی نمیرسید و او اریکتایل دیسفانکشن میداد. خب رای حل چی است؟ که جریان خون به ساحه را زیاد بسازیم. چه قسم جریان خون به ساحه را زیاد بسازیم؟ رگار توسو بدیم. یعنی درست است که یک رگ است و اینجا اتروسکلروتیک پلاک داره. ما چیکار میکنیم؟ ما یک دوا میتیم، فاسفودایستریز اینهیبیتر، که قطر شریان زیاد بسازه تا مقدار خونی که در شریان میاد زیاد شوه. زیاد که شد همراه خود اکسیژن بیاره، همراه خود مواد غذایی بیاره، همراه خود خلاصه مواد مختلفی رو بیاره که سبب ایرکشن کافی شوه. خب امی که شخص نتونه در یک فعالیت جنسی به صورت کامل مثلا از خود نوز نشان بده، ایده میگن اریکتایل دیسفانکشن، عدم توانایی در نگهداری اریکشن پینیس یا پینال اریکشن به خاطر انجام یک فعالیت جنسی نرمال. ای بنام اریکتایل دیسفانکشن یاد میشه. پس دوای شفا میدیم، سایلدینفیل یا یک زیاد استفاده میشن، واردینفیل، تدلفیل و اوانفیل. خب ای دواها همشون ویزو دایلی تر هستن. ای دواها را به نام فاسفو دایستریز انهیبیتر را یاد میکنن. فاسفو دایستریز انهیبیتر را یاد میکنن. خب سایلدینفیل سایلدینفیل کس چون حدوداً 4 ساعت تاثیر داره و توصیه میشه که حداقل یک ساعت
قبل از عمل جنسی اخشا، یک ساعت قبل از عمل جنسی اخشا شود. وی توانایی زیر داره که جذب شود و تاثیرات شروع بکنه و تا 4 ساعت تاثیراتش ببانه. از طرف دیگه ما تدلفیل داریم. تدلفیل تا جذب شود زمان بیشتر میگیره و می خاطر تا این داخل دور جذب دوران خون میشه یک بار زمان هم میگیره، یعنی شروع تاثیرش کوتاه است ولی حتی میتونه تا 18 ساعت تاثیر خود ادامه بده. و می خاطر گفته میشه که اگر شما سایل دینفیل استفاده میکنین خب یک ساعت قبل از عمل جنسی استفاده شد، ولی اگر تدلفیل استفاده میکنین 24 ساعت یک مرتبه داده میشه. خاطر از اینکه تا 18 ساعت سبب میتونه سبب پینه ایرکشن شود. و اول فیل از همش کده شروع تاثیر سریع تر داره، quickest action، سریع ترین تاثیر اول فیل داره. یعنی سایل دینه فیل 4 ساعت تقریبا، تدل فیل 18 ساعت و اذان فیل از او کدام سریع تر تاثیر شروع میشه. خب چون میکانیزم تاثیر کلی دواها ای است که رگا را توسو میدن. خب اینا ما وقت دوا را میتیم هدف ما ای است که فقط برای پینایل ایرکشن بده، یعنی دمو سا رگا را توسو بده، ولی دوا که از چشم نمیداشته باشه یک بار که جذب دوران خون شد تا هر جای میره. خب الان اگر همین دوا بره در شریان هایی که یعنی به طرف دماغ بره، توسط شریان هایی که در دماغ هست سبب میشه، توسط شریان هایی که در دماغ هست سبب میشه که منینجی که 4 طرفشان هست او تخریش شود، تنبه شود. چون وقتی که رگ توسط میکنه، یعنی فرض کنید این رگ باشه، اینی هم از منینجی که عبور کرده و رفته به طرف داخل. حالا اگر این رگ توسط بکنه، حالا اگر این رگ توسط بکنه، خب اگر این رگ توسط بکنه دکه میخوره به منینج یا سهایا و امی مثلا ای تماسشان به منینج سبب تولید درد میشه. اما تو که تمام وزودایلیترها سبب درد میشن خصوصا در سر، یعنی سردردی ای فاسفودایستریز اینهیبیترها مستثنا نیستن، سبب سردردی میشن. از طرف دیگه وقتی جریان خون به روی زیاد شوه شخص یک فلاشینگ پیدا میکنه. و دیگه وقتی جریان خون دعویه در رگای خونی که در بینی است در اونجا زیاد شوه توسط پیدا کنه، قابلیت نفوذ یک کمی زیاد میشه و از داخل رگا افرازات میبره، میای داخل بینی و بینی ها را بند میکنه. ای از عوارض جانبی فاسفودایستریز اینهیبیتر است، مثل سایلدینفیل، واردینفیل، تدلفیل و افنفیل. این شخص سردردی پیدا میکنه و شخص پیدا میکنه چی؟ سردردی، فلاشینگ و نیزل کنجستشن. از طرف دیگه اگر رگای خون باشه به هر اندازه که مقاومت در رگای خون کم شوه، یعنی وقتی رگا توسط بکنه خب مقاومت در بینشان کم میشه، در نتیجه فشار خون پایان میه. به خاطر توصیه میشه که فاسفودایستریز اینهیبیترها شما هیچ وقت که دیگه دوایی که اونام وزودایلیتر هستن یک جای ندین، خطر زیاد وجود داره که باز فشار خونی مریضا رو بسیار پایان بیاره.
یک تعداد عوارض جانبی، یک تعداد دلیلی که عوارض جانبی میتسایلدینفیل در یک تعداد اعضا یا فسفودایستریز اینهیبیتر را این است که امی انزایم فسفودایستریز اینهیبیتر در یک تعداد انساج دیگر پیدا میشه. مثلا چینج این کلر ویژن راپور داده شده تغییر مشکلات دید که شخص فرق بین آبی و سبز نمیتونه ای با یا دیده شده. بعض وقتا دیده شده که sudden hearing loss داده این شخص کری پیدا کرده بعد از استفاده ای دواها یا مایل جاولی یا نادر هستن، همیشه این مشکلات بر شخص استفاده میکنه پیدا نمیکشه. از طرف دیگه امی دواها به شکل ذاتی یک ویژگی دارن که خطر امراض قلبی رو بیشتر میسازن. یا به خاطر چی؟ به خاطر که این شخص به خاطر چی استفاده میکنه؟ به خاطر ایرکشن یا نوز درست در انگام فعالیت جنسی. این رو در حالت فعالیت جنسی سیستم سمپاتیک تنبیه میشه. وقتی دوا رو شخص استفاده میکنه تنبیه میشه بر فعالیت جنسی و فعالیت جنسی سیستم سمپاتیک تنبیه میکنه. سیستم سمپاتیک سبب میشه که ضرورت قلب با اکسیژن زیاد شود، یعنی ضربان قلب زیاد، قدرت تقلص قلب زیاد، و این سبب میشه که در صورت یک شخص مشکلات قلبی داشته باشه مشکلات قلبش بیشتر شود. یعنی دلیلی که این دواها بعضن سبب سکته‌های قلبی میشه یا امراض قلبی را شدت میبخشه این نیست که خود این دوا کدام جنجال داره، بلکه این دواها را شخص به خاطر دهالت فعالیت جنسی میگیره. خاطر فعالیت جنسی نال دهالت فعالیت جنسی سیستم سمپاتیک تنبیه ضربان قلب، افزایش قدرت تقلص قلب، افزایش قلب با اکسیژن بیشتر، یا همین سبب میشه که در صورت یک شخص از قبل یک مریضی قلبی داشته باشه مثلا پلاک اتروسکلروتیک، باز در صورت وقتی که شخص فعالیت جنسی بکنه از این دوا استفاده بکنه و قلب با ضربان بیشتر تقلص بکنه خود ضرورت به خون بیشتر داره، حالا اگه بند باشه خون بیشتر نرسه در نتیجه درد قلبی پیدا میکنه و حتی سبب سکته های قلبی میشه. به این خاطر دیگه باید شما در ذهن خود داشته باشه. از طرف دیگه یادتون باشه که دوا هیچ وقت دوزشان یک مرتبه در 24 ساعت زیاد نشوه. دیگه بعض وقتا با کلی دوا یک جنجالشان است. بعض وقتا خب فعالیت جنسی چند دقیقه دوام میکنه به شکل نرمال، ولی هیچ کدامی دوا هلف لایفش چند دقیقه نیست، چند ساعت است. به خاطر بعض وقتا سبب میشه که همین پینایل ایریکشن برای ساعتها دوام بکنه یا نوز عالی تناسلی برای ساعتها دوام بکنه و ای میتونه خیلی دردناک باشه و سبب یک مشکل به نام پرای اپیزم شوه. پرای اپیزم که یک امرجنسی تبابت است و عاجل باید در شفاخانه شخص بیایه و به خاطر جلوگیری از نکروز عالی تناسلی دواهایی که دوباره پس جریان خونه به قضیب کم میکنه برای شخص داده شود. خب این دواهایی بود که برای یعنی دواهای مشهوره که برای ایرکتایل دیسفانکشن توصیه میشه. دواهای دیگه هم است فعلا مورد بحث ما نیست.